خوش آمدید به روی خط. صدها کشته و زخمی حاصل 7 روز درگیری هوایی اسرائیل و نیروهای حماس در نوار غزه است. فقط همین امروز حماس 146 موشک به سمت اسرائیل پرتاب کرد و در عوض 18 نفر از جمله 3 بچه و 2 خبرنگار در اثر حملات هوایی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. اسرائیل از چند روز پیش با ریختن اعلامیه در نوار غزه از مردم خواسته بود که خونه هاشون رو ترک کنن و به مرکز شهر برن. اما وزارت کشور حماس به مردم گفته بود که تو خونه هاشون بمونن و هیچ جا نرن. اسرائیل قبلا اعلام کرده بود که تا نابودی کامل تجهیزات موشکی حماس حملاتش رو ادامه میده. از طرفی حماس پایان محاصره اقتصادی غزه رو یکی از شروط آتش بس و توقف پرتاب موشک به سمت اسرائیل اعلام کرد. مصر به نمایندگی از طرف جامعه جهانی داره تلاش میکنه تا آتش بس در منطقه برقرار بشه و دو طرف برن سر میز مذاکره. امشب نظر شما رو درباره این درگیری ها میپرسیم. درگیری هایی که سالها کمابیش ادامه داشته و غیر نظامیانی که قربانی این درگیری ها شدن. چطور میشه بین اسرائیل و فلسطینی ها صلح پایدار ایجاد کرد؟ نقش جامعه جهانی و کشورهای منطقه چیه؟ جمهوری اسلامی ایران این وسط چه نقشی داره و میتونه داشته باشه؟ از همین حالا بیاید روی خط با شماره تلفن 202-692-4360 و همینطور در فیسبوک و فضای مجازی با رویا ملکی در ارتباط باشید. مرسی. سلام. من منتظر شما هستم در فیسبوک. بیاین چت کنید در مورد موضوع امشب با ما بیشتر صحبت کنید. همینطور میتونید برای ما ایمیل بزنید. در اسکایپ میتونید با ما همراه باشید به صورت صوتی و تصویری. فقط روی خط رو تایپ کنید و اینکه ما رو میتونید پیدا کنید. با همکار من در ارتباط باشید. برای ما ایمیل بزنید. یادتون نره همینطور از طریق تلفن ها میتونید با ما در ارتباط باشید. منتظر شما هستیم امشب. من مهشید ندیری هستم و درگیری های بین نیروهای حماس و اسرائیل موضوع گفتگوی امشب برنامه روی خط. مئیر جاودانفر کارشناس امور خاورمیانه در اسرائیل همراه ماست. آقای جاودانفر ممنون از حضورتون در برنامه و وقتتون. یه مقدار از آخرین خبرها برامون بگید. به هر حال مصر داره به نمایندگی از طرف جامعه جهانی تلاش میکنه که آتش بس برقرار بکنه. تا الان این لحظه که قبل از اینکه ما بیایم در استودیو هنوز خبر آتش بس اعلام نشده بود. اتفاقی افتاده در این چند دقیقه گذشته؟ فعلا نه. در حدود نیم ساعت پیش یکی از نمایندگان حماس در بیروت مصاحبه داشت با بی بی سی و در آن گفتش که احساس حماس این هستش که به زودی یک توافق آتش بس امضا خواهد شد، ولی در حال حاضر دولت اسرائیل، سخنگوی دولت آقای نتانیاهو گفته که هنوز هیچ توافقنامه امضا نشده، هنوز مذاکرات ادامه دادن و از دیدگاه اسرائیل هنوز معلوم نیستش که آیا به زودی این آتش بس امضا خواهد شد یا نه، ولی به نظر میاد که طرف حماس و طرف مصری به دیدگاه بسیار مثبتی داره که به زودی ما شاهد انعقاد یک آتش بس خواهیم شد. اما آقای جاودانفر، شما با توجه به اینکه به هر حال اخبار رو از نزدیک دنبال میکنید و خبرگزاری ها خبرهایی رو که مخابره میکنن، با توجه به کشته ها و زخمی هایی که داده تا حالا این درگیری ها، فکر میکنید بالاخره به کجا میرسه؟ آیا حماس و میاد پای میز مذاکره و اسرائیل به هر حال میتونن یک مذاکره ای داشته باشن برای رسیدن به صلح پایدار؟ صلح پایدار نه، چون حرکت حماس اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه. عقیدش این هستش که تمام مردمان یهودی که در این سرزمین زندگی میکنن، تمام شهروندان اسرائیل باعثی از اینجا اخراج بشن، کشور اسرائیل باعثی از بین بره و در اینجا در این کشور به جای اسرائیل باعثی یک کشور اسلامی تأسیس بشه. بنابراین دیدگاه این که آیا ما میتونیم به صلح با حماس برسیم، با
در حال حاضر دیدگاه بسیار منفی هستش. با حزب فتح فلسطین بله، اونها اسرائیلی به رسمیت میشناسن، با آقای محمود عباس میشه صلح کرد، ولی با حزب حماس بسیار دشوار هستش. ولی در حال حاضر میبینیم که هر دو طرف اسرائیل و حماس تصمیم گرفتن که به میز مذاکره برن برای مذاکره راجع به آتش بس. به نظر میاد که هر دو طرف انگیزه وجود داره که به یک توافق برسن. ما میبینیم که این جنگ هفت روزه تا الان به ضرر هر دو طرف بوده، هر دو طرف خسارت های جانی و سیاسی دادن، و مثلا اینجا هستش که چقدر مصر میتونه میانجیگری بکنه که تا الان به نظر میاد که آقای محمد مرسی یک نقشه بسیار مفیدی و ایفا کرده، و به نظر میاد که اگر آقای مرسی بتونه هر دو طرف رو راضی بکنه که یک آتش بس رو امضا بکنن، ما در خاورمیانه شاهد به وجود آمدن یک ابرقدرت دیپلماسی خواهیم بود، و اون ابرقدرت مصر زیر تحت ریاست جمهوری آقای محمد مرسی خواهد. ایران چطور؟ ایران چه نقشی میتونه داشته باشه در این زمینه و داره تا حالا؟ ایران الان روابط، ببینید جنگ قبلی بین اسرائیل و حماس سال 2008 بود و روابط بین حماس و ایران در اون زمان بسیار بهتر بود. الان روابط حماس و ایران بسیار کم رنگتر شده، به خاطر اینم به خاطر تصمیم حماس بوده. حماس شاهد بود که بعد از اینکه دولت ایران به دولت آقای بشارالاسد حمایت کرد و بعد از اون کشت و کشتاری که ما الان در سوریه شاهدون هستیم، دولت حماس تصمیم گرفت که دولت ایران روابط نزدیک با دولت ایران میتونه به موضع حماس در دنیای عرب و در دنیای اسلام ضرر بزنه. پس بنابراین ما در سال 2010 شاهد بودیم که یواش یواش حماس شروع کرد خودش رو دور کردن از ایران، و الان حماس بسیار نزدیکتر هستش با دولت مصر و دولت ترکیه. الان دولت ایران تأثیر روی تصمیم های حماس نداره. تنها روابطی که بین دو طرف وجود داره این هستش که دولت ایران مشترک به حماس میفروشه، که اونم حماس از دولت ایران مشترک میخره، چون حماس از هر کسی که حاضر باشه بهش بفروشه میخره، نه که فقط به خاطر اینکه ایران هستش. روابط نظامی وجود داره، موشکایی که به تل‌آویو پرتاب شد موشکای ایرانی بودن، ولی از دیدگاه تاثیر سیاسی و نفوذ دولت ایرانی اینها تاثیرش بر حماس بسیار کمرنگ شده. تنها گروهی که در نوار غزه روابط خوبی با دولت ایران داره گروه تروریستی جهاد اسلامی هستش. ممنونم از شما و حضورتون در برنامه. مئیر جاودانفر، کارشناس امور خاورمیانه در اسرائیل. اما این خبر از زمانی که درگیری بین حماس و اسرائیلی‌ها شروع شد در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر به خصوص خیلی درباره‌اش صحبت شده بود. دقیقاً مشهد، همینطوری که میگه یکی از اخباری بود که صدرنشین اخبارهای دیگه شد و تمام مسئله مثل سوریه زیر مجموعه شدن و همینطور خیلی‌ها بهش پرداختن. یکی از مباحثی که خیلی توش بهش پرداخته میشه تعداد کشته‌های طرفین هستش. خیلی‌ها همونطوری که طرفدار فلسطین هستن، طرفداران اسرائیل هم میان و از تعداد کشته شده هم می‌نویسن. حتی یه سری از وبلاگ نویس‌ها یا خبرنگارهای شهروند خبرنگارها آمار و اسامی کشته شده‌ها رو اعلام می‌کنن که خب هم اسرائیل این کار رو میکنه هم فلسطین. و من یه سایت پیدا کردم، آی ورد ویو، که این در جفت کشته شده‌ها رو، یعنی هم فلسطینی‌ها و هم کشته شده‌های فلسطینی با هم داره مقایسه میکنه، سناشون کنار هم میذاره، یعنی داره جفتشو داره اطلاع رسانی میکنه. توییترها خیلی فعال هستن، مثلا اگه اسم غزه رو اگر به انگلیسی یا حتی به عربی توی توییتر اگر سرچ کنید میبینید یک عالمه خبر میده. حتی توییترهایی هستن که دارن تعداد بمب‌ها، راکت‌ها و مثلا موشک‌هایی که رد و بدل میشه رو اعلام میکنن، کشته شده‌ها رو دارن اعلام میکنن، لحظه به لحظه عکس دارن منتشر میکنن، شهروند خبرنگارا ویدیوهای کوتاه رو دارن منتشر میکنن. حتی یه چیزی که خیلی جالب بود، سخنگوی ارتش اسرائیل هم داره توییترشو هر دقیقه به روز میکنه، عکس میذاره و اطلاعات جدید از این جنگ میذاره. به هر حال این جنگ دو طرف است و خیلی ها روش بحث داشتن چرا فقط در مورد فلسطین داره صحبت میشه. ما طرفدار هیچ کدوم نیستیم، اما برای اطلاع رسانی میگیم هر دو طرف جنگ دارن کشته میدن. و ابوالفضل برامون نوشته
صرف نظر از اینکه کی در کدام طرف جنگ قرار داره، باید گفت که در غزه داره جنایت جنگی صورت میگیره. کشتن زنان و کودکان بی‌دفاع در قاموس هیچ جنگ و نزاعی نمی‌گنجد. به نظر ابوالفضل رسانه‌ها در این موضوع به صورت واقعی نپرداختن و به نظر فاطمه اسرائیل برای زهر چشم گرفتن از ایران هم که شده تا چند هفته دیگه کوتاه نمیاد. فاطمه نوشته ایران از حق و حقوق ما میگیره تا فلسطین رو ساپورت کنه و تغذیه کنه. اینم بحثی بود که خیلی در موردش بحث هستش توی فضای مجازی کاربرای فیسبوک، در مورد کمک ایران به حماس خیلی صحبت کردن. خب ممنون رویا، برمیگردیم به دمو مسعود سفیری همکارم اینجا در استودیو همراه ماست. آقای سفیری، به هر حال خبرها بسیار، اما اجازه بدین از اینجا شروع بکنیم که اسرائیل یکی از متحدان نزدیک آمریکا در منطقه است. موضع آمریکا تا حالا درباره این درگیری‌های اخیر چی بوده؟ خانم کلینتون الان در راه اسرائیل هست، داره میره به منطقه، به احتمالاً از رام الله هم دیدار خواهد کرد، از تشکیلات خودگردان و به مصر سفر خواهد کرد. احتمالاً با توجه به نقشی که مصر داره در این فرایند بازی میکنه، دولت آمریکا محکوم کرده و در واقع خواستار توقف درگیری‌ها و رسیدگی به وضعیت شده. چیزی که من می‌خواستم در واقع اگر فرصت داشته باشم خیلی کوتاه بگم، ببینید منطقه خاورمیانه یک منطقه بسیار استثنایی در جهان، خاستگاه سه دین ابراهیمی، حالا به تعبیر دین توحیدی در جهان هست. تاریخ خاورمیانه آکنده از جنگ‌های صلیبی، هیچ کدوم از اینا فرجام نداشته و تاریخ نشون داده که پایان همه این درگیری‌ها از طریق دیپلماتیک و صلح امکان‌پذیر بوده و هواداران این ادیان ابراهیمی میتونن در کنار همدیگه فارغ از همه دستبندی‌ها زندگی کنن، مگر اینکه این اراده وجود نداشته باشه. سه سال پیش هم همین اتفاق در غزه افتاد. امکان اینکه این درگیری‌ها در چند روز آینده یا حتی همین لحظات که ما داریم صحبت می‌کنیم که حماس اعلام کرده ممکنه که آتش بس برقرار بشه، آتش بس رو بپذیره و این درگیری‌ها تموم شه و بره، در واقع نشون میده خاورمیانه که راه حل نظامی نداره منازعاتش، همونجوری که دولت آقای بوش اعلام کرد، همونجوری که دولت آقای اوباما پیگیرش هست، بازگشت به میز مذاکرات و گفتگوها. در واقع حماس باید بپذیره که بخشی از صندلی فلسطینه، نه همه صندلی فلسطین. دولت اسرائیل با یک صندلی طرفه. فلسطینی‌ها باید بپذیرن که در منطقه زندگی مسالمت‌آمیز در کنار اسرائیل داشته باشن. اسرائیلی‌ها این رو پذیرفتن، فلسطین هم اینو پذیرفت. مذاکرات اسلو نتیجه‌اش از وقتی از کمپ دیوید شروع شد به مذاکرات اسلو رسید و یاسر عرفات قرارداد صلح رو امضا کرد. اختلافات داخلی فلسطینی‌ها و تندروهای فلسطینی نمیتونه سرنوشت در واقع مردم فلسطین رو رقم بزنه. هیچ کس نمیتونه از هیچ خشونتی در جهان دفاع بکنه. خشونت قابل دفاع نیست. اون چه که داره اتفاق میفته و اون چه که در واقع در جهان همیشه در جنگ‌ها مشاهدهش بودیم که زنان و کودکان اولین قربانیان جنگ‌ها هستن. سفیر، در مورد زنان و کودکان گفتین. الان یه چیزی که شاید وقتی خبرها رو دنبال می‌کنی مهم‌ترین مسئله‌ای که جلب نظر می‌کنه اینه که الان روزانه، من گفتم در خبرها، امروز فقط 140 خورده ای از طرف حماس به طرف اسرائیل موشک پرتاب شده. از طرفی خب به هر حال نزدیک 1400 نقطه در نوار غزه مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت. اما وقتی این کشته ها و زخمی ها رو با هم دیگه مقایسه میکنی میبینی که همیشه کشته ها و زخمی های طرف فلسطینی بیشتر بوده و اکثرا هم غیر نظامیان هستن. اینجا این خیلی جلب توجه میکنه و واقعا سوال به وجود میاد که چطور این اتفاق میفته؟ آیا اسرائیلی ها غیر نظامی ها رو هدف میگیرن؟ ببینید، در مورد سپر انسانی در مورد حماس زیاد گفته میشه، اینو باید سازمان‌های ناظر بین‌المللی تاییدش بکنن، اما اون چیزی که من در واقع میتونم به سهم خودم بگم و در خبرها وجود داره این هستش که فشار جمعیتی در بخش غزه بیشتر از فشار جمعیتی در بخش اسرائیل، و دوم این که در واقع توان نظامی حماس با توان نظامی اسرائیل قابل مقایسه نیست. اون چه که در واقع به حماس گفته میشه و ایراد گرفته میشه و نقد میشه این هستش که این درگیری چه نتیجه میتونه در بر داشته باشه. وقتی یک سازمان، یک گروهی به اندازه سازمان جهاد اسلامی یا حماس نمیتونه توان نظامی داشته باشه، چرا باید وارد جنگی بشه که در نهایت بازم باید بیاد آتش بس رو بپذیره؟ چه سودی داره؟ ببینید، یک سازمان سیاسی، هنر یک دولت، یک سازمان سیاسی، یک جناح سیاسی، یک حزب رسیدن به قدرت به هر بهانه‌ای، به هر قدرت، به هر واقع قیمتی نیست. این هستش که از شهروندان، از هواداران خودش، از سمپاتی‌های خودش دفاع بکنه.
رفتار اسرائیل قابل پیش بینیه؟ اصلا این موشک پرانی ها، یعنی این پرتاب موشک ها چه نتیجه میتونه برای فرایند صلح داشته باشه؟ مهم صلح همیشه قوی، در واقع فرایند گفتگو همیشه قوی تر، همیشه پرمنافع تر از فرایند جنگ بوده و الزاما جنگ به گفتگو ختم نمیشه و طرفین ناگزیر میشن در یه نقطه برسن به این نتیجه که برگردن به میز مذاکرات، همون چیزی که جامعه جهانی میخواد. و من فکر میکنم که حماس در واقع باید این واقعیت تاریخی رو بپذیره که بخشی از مردم فلسطین هست، نه همه فلسطین. اون چیزی که در غزه داره اتفاق میفته مسئولیت حماس رو در برابر آینده و در برابر تاریخ بیشتر میکنه. اسرائیل یک واقعیت تاریخیه در منطقه، این فلسطینی ها اینو پذیرفتن. اگر پافشاری میکنه از فلسطینی ها و امتیاز بیشتری نمیده، فلسطینی ها میتونن در واقع با متحد شدن امتیازات بیشتری رو بگیرن. همه دنیا آمادن این رو در واقع کمک کنن به فلسطینی ها. خب نه در جنگ البته. بله، بحث رو ادامه میدیم، اما بینندگانمون که روی خط هستند، کاوه و مجید هر دو روی خط هستید. کاوه از طریق اسکایپ تماس گرفته. کاوه، شما چی فکر میکنه درباره این درگیری های اخیر و کلا درگیری بین فلسطینی ها و اسرائیل؟ کاوه، نمیدونم صدای منو اگر نمیشنوه یا ما صدای کاوه رو نداریم با مجید صحبت کنیم. من نمیدونم، همکارانم به من بگن که من با کاوه الان روی خطه یا مجید. خب با مجید صحبت میکنیم. مجید، نظر شما رو میشنویم. سلام. سلام بفرمایید. این چند روزه واقعا دیدن این تصاویر، این وحشیگری که اسرائیل داره میکنه، خیلی واقعا من معلومه که میبینم همه خیلی عجیبه براشون که چطور با این شقاوت داره اینطور میزنه. اعلام کرد 12 نفر توی خونه کشته شدن. آخه 12 نفر زن و بچه و اینا مگه گروه حماسن که این کارو میکنه؟ ببینید، داره به همین کار صدام با ایران کرد، همون موقع هم امریکا، اروپا، همه اینا همین کاری رو که الان شما دارین میکنین اون موقع هم کردین. از صدام دفاع کردین، موشکا رو زدین. مجید، خواهش میکنم اجازه بده این مدلی صحبت نکنیم، این که شما کردین. ما الان شما اگر هم میخواهید صحبت بکنید، خطابتون طبیعتاً به ما نباید اینجا باشه، ما اینجا رسانه هستیم. اگر کسان دیگه ای هم، خواهش میکنم این حد رو نگه داریم در بحث که بحث پیش بره. بفرمید. منظورم از شما ایالات متحده امریکاست. نه، به هر حال حتی اون هم صحبت وقتی میخواییم بکنیم بحثا شکل منطقی داشته باشه، که میگم بحث پیش بره، نه اینکه حالا به حالت کلیگویی باشه. بفرمایید. ولی در این حال درسته، منظورم اینه حمایت بی جا از ناحق باعث میشه که بی خودی وقت هدر بره. من دلم میخواد که کارشناس محترم برنامه شما، کسایی که چی میکنن، یه مقداری قضاوت عادلانه بکنن که آیا میشه پای روی حق گذاشت؟ مگه کشوری به نام اسرائیل که دنیا وجود داشت؟ اگه قرار مذاکره ای باشه بشینن مذاکره ای، که نه اینکه بگن اسرائیل قدرتمنده، فلسطین هیچ قدرتی نداره، بشینن عادلانه بین اینا قضاوت کنن، اینا چه حقی داشتن، اونا چه حقی داشتن، اون وقت میشه اینا رو نشون سریه بید. نه اینکه بگن تو حق نداری سلاح داشته باشی، که اسرائیل حق داره هر کاری دلش میخواد با شما بکنه. همیشه از حق اسرائیل صحبت میشه. اسرائیل اصلا اسرائیل مگه کشوری توی دنیا داشته؟ سازمان ملل اشغالگریش رو تایید کرده، یعنی کل دنیا قبول کرده که این اشغال کرده این کشور رو. چرا به حق فلسطین راضی نیست؟ تا این اتفاق شما فکر می‌کنی با توجه به این سابقه تاریخی، اتفاقاتی که افتاده، الان به هر حال سال‌هاست که کشوری به نام اسرائیل در اون منطقه وجود داره، حالا بگذریم از بحث‌های پیشینه تاریخیش که اونها هم خب هر دو طرف حرف دارن دربارش، الان در حال حاضر برای اینکه فلسطینی ها، حماس که خب اعلام کرده که به هیچ وجه اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، طبیعتاً مذاکره با حماس آتش بس، چرا اما مذاکره شاید خیلی صلح‌آمیز نباشه، همونجوری که ابتدای برنامه مهمونمون هم گفتن، اما خود فلسطینی ها و اسرائیل به طور کلی فکر میکنیم میتونن به یک صلح پایدار برسن در منطقه؟ فکر میکنم در یه صورت، همون چیزی که احمدنژاد هم گفت، یه انتخابات رسمی که اونجا بشه، چون کشوری به عنوان اسرائیل وجود نداشت، بیان اون مردمونی که الان هستن همین الان انتخابات کنن، بگن کی بیاد رأس قدرت. آیا اسرائیل حاضر میشه اگه فلسطینیا رفتن رأس قدرت قبول کنه اونا اقلیت بشن، اونا اکثریت؟ الان تو ایران خود ما یهودی‌ها دارن زندگی میکنن، مسیحی‌ها دارن زندگی میکنن، بی دغدغه ما کنار هم داریم زندگی میکنیم، چرا؟ چون فتنه‌ای بینمون نیست.
اما الان سوریه رو اونطور ریختیم به هم. این طرف توی فلسطین مسیحی هست، یهودی هست، فلسطینی مسلمان هم هست. اینا در قبل از اشغال فلسطین داشتن قشنگ با هم زندگی میکردن، ولی توطئه شد این وسط که این مصیبت ایجاد کرد. خب به هر حال این نظر شماست. مجید ممنونم از تماست از اصفهان. خیلی بعض از کاربرای فیسبوک موضع‌گیری‌های تندی داشتن، یعنی معتقد بودن که هم اسرائیل و هم فلسطینی‌ها باید کلاً با خاک یکسان بشن. خیلی‌ها طرفدار فلسطین بودن و خیلی‌ها هم طرفدار اسرائیل. ولی نسرین برام نوشته در کودکستان‌های شهر اسرائیل تعداد زیادی در کودکستان‌های شهرهای اسرائیل اعتمادن بوده، تعداد زیادی کودک هدف راکت‌های فلسطینی‌ها و حماس قرار گرفتن. شما ظاهرا یک طرف اخبار تلویزیون و آخوندی رو نگاه میکنید، مردم ایران دیگه گول این آخوندها رو نمیخورن. نسرین نوشته اسرائیل دست به کشتار نزده، در جواب موشک پرانی اسرائیل هم مجبور به تبادل آتش میشه و لاجرم گاهی غیر نظامی ها هم کشته میشن. ایلیا هم برامون نوشته بچه نه تا بچه وحشتناک نیست، کلا از فلسطینیا جز زاد و ولد بیشمار و خوردن پول ملت ایران به اندیشه کشتن چه کار دیگه ای برمیاد. و مهدی هم برامون نوشته اسرائیل به بهانه تضمین امنیتی برای اسرائیل اشغال مناطق فلسطینی را توجیه میکنه، اما آشکار است که هدف این عملیات قدرت نمایی و ترساندن اعراب و وادار ساختن آنان به صلحی ناعادلانه است. اتحادیه اروپا هم که موضع گیری دوگانه اتخاذ کرده، انگلستان تقریبا مانند آمریکا به دفاع از اسرائیل پرداخته و سیاست اشغال دولت اسرائیل را نتیجه عملیات انتحاری میدونه. فرانسه در این میان تقریبا به دفاع از فلسطینی‌ها پرداخته و همینطور برامون این کاربر در مورد کشورهای مختلف و موضع گیری مختلفش صحبت کرده، گفته در کل با این تفاسیر رسیدن به صلح پایدار و عادلانه در خاورمیانه آرمان و آرزوی بزرگی است. خب ممنون رویا. اما این بحث و بین درگیری که بین اسرائیل و حماس وجود داره باعث بحثایی شده در فضاهای اجتماعی بین فعالین سیاسی، مدنی، فعالین حقوق بشر و ما سعی کردیم چند تا از اونها رو نظراتشون رو در برنامه داشته باشیم. سارا اکرمی دانشجو علوم سیاسی در دانشگاه یورک و همطور فعال دانشجویی در این دانشگاه همراه ماست. سارا شما ممنونم از وقتت و حضور در برنامه. نظر شما رو میشنویم و اینکه فکر میکنی که بالاخره این درگیری بین اسرائیل و فلسطینی ها به کجا میرسه و نقش جامعه جهانی در این زمینه چیه؟ منم سلام میکنم خدمت شما و مهمان و بینندگان برنامه تون. من فکر میکنم جامعه جهانی میتونه با حضور فعالتر این مسئله رو حل کنه و باعث میشه که آتش بس سریعتر به وجود بیاد تا کشتارا از هر دو طرف تموم بشه و اسرائیل و فلسطین با هم دیگه مذاکره کنن. من فکر میکنم از طرف دیگه جامعه جهانی باید تلاش خودش رو بکنه که نیروهای جنگ طلب رو از هر دو طرف کنترل کنه که این اتفاق دیگه تموم بشه. بعد من فکر میکنم یک راه حل دیگه این هستش که یک هیئتی مثل هیئت حقیقتیا باید به مرز اسرائیل و فلسطین بره که ببینه ارزیابی کنه، ببینه مسبب اصلی این جنگ شروعش کی بوده، چه کسی اول موشک پرانی رو شروع کرده که الان این همه کشته دارن به وجود میان. بعد من فکر میکنم جامعه جهانی باید یک عده‌ای رو به عنوان پاسداران صلح به مرز بین اسرائیل و فلسطین بفرسته که این کشتارا کم بشه و یا به حداقل خودش برسه. از نظر بحران انسانی چطور، از نظر این کشته هایی که داده شده تا حالا، غیر نظامیانی که این وسط دارن کشته میشن، شما به عنوان یک فعال دانشجویی چی فکر میکنی؟ من فکر میکنم کشتارهایی که انجام میشه از هر دو طرف این غیر انسانی هستش. باید مردم رو از دولت ها جدا کرد و این مردم بیگناه هستن، غیر نظامی ها هستن که قربانی سیاست های کشورها و گروه های تندرویی که در اونجا هستن دارن میشن. خب ما باز برمیگردیم به شما. اما صدرا شهاب فعال حقوق بشر هم از نیویورک همراه ماست. صدرا نظر شما رو هم بشنویم. شما به عنوان یک فعال حقوق بشر درباره این اتفاقاتی که داره میفته، سابقه هم داشته، پیش از این هم خیلی افتاده، اما به خصوص در مورد این مورد اخیر بشنویم. سلام کنم خدمت شما. خب
میکردن. من عذر میخوام صدر، صدات کیفیتش اصلا خوب نیست، اگه بشه با تلفن صحبت بکنیم با صدرا، اما پیش از اون باز به فیسبوک بریم. من یه اول ببخشید داشتم چت میکردم برای همینه. علی معتقده که این جنگ رو ایران شروع کرده تا بار فشاری روانی روی خودش رو کم کنه و نقشش رو پررنگ‌تر نشون بده، اما این نابودی همیشه برای حماسه. جنگ هم شوخی نیست، بچه و بزرگ کشته میشه و جنگ جنگه. رویا هم برام نمیشه، همه از جنگ بیزارن چون جز ویرانی و افسوس ارمغانی نداره. افسوس که همه کشورها تلاش میکنن تا بین اسرائیل و حماس آتش بس برقرار کنن و تنها ایران و حزب الله لبنان هستش که اعلام و تلاش میکنه و اسلحه و مهمات به فلسطین میده. انسان ها هم حق حیات دارن و حق حیاتشون یکسانه، چه کودک فلسطینی باشه چه کودک اسرائیلی. اما آخرین خبر که دوباره یه راکت از طرف غزه این دفعه به اسرائیل شلیک شده که یک سرباز اسرائیلی کشته شده و این اولین فرد نظامی در این حمله یک هفته‌ای بود که در اسرائیل کشته شد. و دیلان برامون نمیشه صورت اصلی و مهم مسئله انسان‌های بیگناهی هستن که در فلسطین و اسرائیل کشته میشن. حماس و حزب الله و دولت اسرائیل هر دو طرف به یک اندازه در آدمکشی مسئول و دستشون به خون بیگناهان آلوده است. با یک محاسبه و مقایسه ساده میتونیم به میزان تلفات حاصل از حملات هوایی و موشکباران نوار غزه فهمید که دولت اسرائیل حتی با زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی سازمان ملل به جرایم جنایی جنگی خودش ادامه میده و باید با تمام کوشش و توان دولت اسرائیل رو از ادامه این جنایت باز نگه داشت. ممنون رویا. اسد و فرزانه هر دوی شما روی خط هستید. اسد از کانادا، نظر شما رو میشنویم. اسد از کانادا، خب فرزانه با اسکایپ. الو. بله بفرمایید اسد. من اسد هستم، خوب هستی؟ ممنون. روزتون بخیر. به شما و همه هموطنان عزیزم سراسر دنیا سلام عرض میکنم. ببینید این قضیه که به فلسطین و اینا یه مسائلی داره که متاسفانه من هیچ وقت ندیدم تو برنامه های شما. من 6 سال اولم بهتون بگم تو این کشور زندگی کردم، در فلسطین زندگی در کشور اسرائیل زندگی کردم و کاملا مشکلات، خیلی از مشکلات فلسطینی ها اسرائیل نزدیک دیدم. موضوع اصلی که هیچ کس بهش اشاره نمی کنه، حتی کارشناس شما در برنامه یا آقای مهیر جاویدانفر و دیگران، اینه که در هر دو طرف این قضیه افراد جنگ طلبی هستن که اصلا ماهیت سیاسی اینا و قدرت سیاسی که اینها دارن در نبود صلح بین این دوتا ملته. اگر در سمت فلسطینی ها شما حماس رو میبینید که خواهان جنگ و نابودی اسرائیلی هاست، نمیخواد صلح بکنه، همه دنیا و دنیا طوری جلوه داده میشن که انگار مثلا اسرائیلی ها آقای بیبی نتانیاهو، حزب لیکود که آقای نتانیاهو عضوشه، یا آقای آبیدو لیبرمن حزب شاس، اینا کسی هستند که خواهان صلح هن با فلسطینی ها. خیر، یک واقعیت تاریخی که هیچ وقت ندیدم بهش اشاره کنید، ولی اینو روشنفکرهای واقعی تو اسرائیل ازش آگاهن و من از خود اونها یاد این قضیه رو فهمیدم وقتی در اسرائیل زندگی میکردم، اینه که همین حماس فعلی با حمایت آقای آریل شارون زمانی که نخست وزیر بود به وجود اومد. این حماسی که بعدها شد بازیچه دست ایران، ابتدا هسته اولیش با چتر حمایتی سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل به وجود اومد. چرا به وجود اومد؟ برای اینکه بعد از پیمان کمپ دیوید، پیمان صلحی که بسته شد بین آقای عرفات و اسحاق رابین، چون دست راستی‌های اسرائیل هم خواهان صلح با فلسطینی‌ها نبودند و حاضر نبودند پاره‌ای از این که کشور به فلسطینی‌ها بدن. یادتون زمانی که آقای آرشارو نخست وزیر بود در همین حزب لیکود مثل الان آقای نتانیاهو و کل منطقه غزه تحت اشغال نظامی اسرائیل بود، در اون زمان حماس به وجود اومد و تحلیل نیروهای امنیتی اسرائیل بود که خب ما بذاریم این به وجود بیاد، خود اینها چون خواهان نابودی اسرائیل هستند بهانه‌ای هستند دست ما برای اینکه
اجازه ندیم این صلح و این پیمان کمپ دیوید اتفاق بیفته. خب حالا اسد، برای که یه مقدار جمع بکنیم بحث رو به یه جای برسیم، در مورد چشم انداز این درگیری ها رو چطور میبینیم؟ ببینید این که این درگیری ها تا روزی که واقعا ببینید یک سیاستمدار در سطح جهان شجاعت اینو داشت که واقعیت رو بگه و اون نخست وزیر هند بود چند ماه پیش، کشور فلسطین باید تشکیل بشه با پایتختی اورشلیم شرقی، این تنها راه پایان درگیریه. الان باید کشورهایی مثل مصر و اینا که نفوذ دارن روی حماس از این فرصتی که حماس از ایران فاصله گرفته در واقع استفاده کنن، باید گروه حماس رو وادار کنن در صورت تشکیل کشور مستقل فلسطین با پایتختی اورشلیم شرقی، اونها هم دست از جنگ بردارن، به حزب سیاسی تبدیل بشن. و این وظیفه امریکا، فرانسه، انگلیس، کشورهایی که این مشکل رو به وجود آوردن در قبل، اینه که اونها هم از همین طرح حمایت کنن، طرحی که نخست وزیر هند تکرار بکنن. این راهشه. و یه چیز جالب دیگه شما بگم، همین شرق اورشلیم رو که اسرائیل حاضر نیست بده به فلسطینی ها، در حال حاضر جمعیت این شرق اورشلیم فلسطینی های به اصطلاح فلسطینی هایی هستن که تابعیت دولت اسرائیل رو پذیرفتن، یعنی همه مسلمانن و مسیحی فلسطینی دارن تو شرق اورشلیم بشه. اگه مسئله سیاسی نباشه چرا نباید دولت اسرائیل اینجا رو بده به فلسطینی ها؟ مردم من خیلی وقت با اجازه بدین من حرفو تمام کنم، چیز مهمیه، کسی بهش اشاره نمیکنه. من با دوستای یهودیم تو اسرائیل وقتی یه وقت می‌خواستم بهشون میگفتم بیایم بریم تو این شرق اورشلیم، غذاهای عربی خوبی هست، بریم اونجا بخوریم. هیچ یهودی جرأت نمیکنه پاشو تو شرق اورشلیم بذاره. خب یه همچین جای اسرائیل برای چی میخواد؟ اینو من میخوام به شما بگم، اینا بهانه است برای صلح نکردن از طرف تندروهای اسرائیلی. شرق اورشلیم رو در اختیار اسرائیل فلسطین بذارن به عنوان پایتخت و صلح بکنن، یه نیروی ناظر بین‌الملل هم بین شرق اورشلیم و سایر اورشلیم میتونه. اسد من خواهش میکنم روی خط بمون، صحبتات هم میخوایم ادامه پیدا بکنه ولی بقیه هم هستن روی خط، صحبتات اونا رو هم بشنویم. شما با ما بمون. فرزانه با اسکایپ، خواهش میکنم خیلی کوتاه نظرت رو بگو. من سلام میکنم خدمت بیننده های شما و عرض شب بخیر. سوالی که برای من اینجا پیش میاد اینه که یا اینو من درک نمی کنم یا اینکه خوب نمیتونه برنامه شما اینو تفهیم کنه. چیزی که من استناد میکنم دقیقا به برنامه خود شما همین امشب صحبتی که شد، کارشناس برنامه شما اومدن و برگشتن گفتن که ایران فقط نقش یک فروشنده رو بازی میکنه، درسته؟ و صحبت این بود که ایران ذی‌نفع نیست و فقط حماس میتونه از هر کسی سلاح تهیه کنه و اون میتونه ایران باشه. البته به این صورت نبود فرزانه، این نقشی که الان بازی میکنه رو گفتن که آقای جاودانفر گفتش که الان اسرائیل روی ایران خیلی روی حماس تأثیر و نفوذ نداره، این رو بیشتر بهش اشاره کردن، روی حماس در حال حاضر، ولی نه اینکه به طور کلی. ولی ادامه صحبت. بله، صحبتی که بود که من از صحبت ایشون این قسمت رو برداشت کردم و گرفتم این بود که ایشون گفتن که ایران، این من نقطه نظرم روی این قسمت صحبت ایشونه، ایشون برگشتن گفتن که ایران نقش یک فروشنده رو داره و حماس میتونه اینو از هر کشوری تهیه کنه. صحبت بعدی اینه که ایران در این قسمت بارها و بارها و بارها شعار ایران جمهوری اسلامی این بوده که اسرائیل کشوری که به کل باید از نقشه محو بشه. حالا در این بازی که شروع شده ایران، حالا چه فرزانه؟ آه بله، ادامه بده. صدات یه لحظه قطع شد. فکر میکنم همکارتون دارن جواب میدن، برای همین من یک استابی کردم. خواهش میکنم. نه شما بگو، صدات داره پخش میشه فرزانه، ادامه بده. بله،
توی گوشه دیگه این مثلثی که ما داریم حماس قرار داره. حماس برمیگرده باز استناد به گفته کارشناس برنامه شما، حماس برمیگرده میگه که من اصلا اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسم. حالا خریدار حماسه، فروشنده این مثلث ما ایرانه. و صحبتی که قسم ضلع بعدی این مثلث ما میشه کارشناس برنامه شما که به فکر میکنم باید ایشون به از طرف جامعه جهانی دارن صحبت میکنن. چرا؟ من سوالم اینه، چرا 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 همه در صدد اینن که نقش ایران رو توی این بازی محو کنن؟ و خیلی راحت همون چیزی که من امشب شنیدم، کارشناس برنامه شما میگه نقش کم رنگ و فقط نقش فروشنده. چرا باید بین این همه فروشنده های سلاح توی جامعه جهانی باید ایران انتخاب بشه؟ ایرانی که همیشه اسرائیل رو در صحبت این بوده که باید به کل از نقشه محو کنه. خب فرزانه، این برداشت و نتیجه گیری که کردی، من فکر نمی کنم در این برنامه واقعا چنین چیزی داره دنبال میشه و آقای جاودانفرم الان متاسفانه خودش روی خط نیست که بخواد بیشتر توضیح بده، ولی اون چیزی که حداقل من متوجه شدم در حرفایی که ایشون میزد در این مقطع خاص بود و نفوذی که ایران در اسرائیل داره. من یک سو تفاهم پیش اومده، آقای جاودانفر بیشتر اشاره کردم به کاهش نقش ایران در نفوذ در واقع در حماس. به دو دلیل این اتفاق افتاده. یکی اینکه به هر صورت بحث عرب بودن، قومیت عرب بودن و نفوذ کشورهای عربی بر روی همه جناح‌های سیاسی در کشورهای عربی مهمه، بحث قومیت‌ها، و دوم بحث شیعه بودن و سنی بودن خیلی مهمه، و طبعا حماس هم در یک مقطعی بعد از تحولات سوریه خواست که راه خودش رو جدا کنه. اما اون چه که مسلم هست کسی انکار نمی‌کنه و ظاهرا خود جمهوری اسلامی هم به صورت غیر رسمی در وبسایت های خودش، در خبرگزاری هایی که به اصولگرایان و به سپاه نزدیکه، پذیرفته که این موشک ها رو و این راکت ها رو در اختیار حماس قرار داده. الان بحث این نیست که نقش چه کسی بیشتره، بحث این هستش که این خشونت کی پایان بپذیره و چگونه و چرا کشته های کمتری بجا بزنه. حالا باز برگردیم به فرزانه. فرزانه من خواهش میکنم شما حالا نظر خودت رو بگو که فکر میکنی نقش ایران این وسط چیه، چون یکی از سوالات برنامه هست. بفهمید صحبت من دقیقاً الان همینه که صحبت میشه که کی این تنش‌ها پایان پیدا کنه. چرا جامعه، چرا بیشتر به اصلیات، یعنی ما انقدر فرعیات رو تو برنامه ها و همیشه در رابطه با حقوق بشر تو ایران، در رابطه با همه چیز، سوال من اینه، همیشه سیاست بر این بوده که با گفتن یک سری فرعیات ما اومدیم همیشه اصلیات رو روش کاوری گذاشتیم و خواستیم که اونو یواش یواش محو کنیم. و سوال من اینه، چرا باید نقش ایران رو، بله این تنش ها باید پایان پیدا کنه، ولی فکر نمی کنید که ایران باید یک مقداری، یعنی نقطه نظرها، دیدگاه ها بیشتر جلب ایران بشه توی این تنش ها و تأثیر ایران روی این تنش ها؟ من فکر میکنم که اگر روی این بحثیات صحبت بشه، و این نظر شخصی منه، و فکر میکنم که ایران رو ما نادیده نگیریم توی این تنش ها، تو خاورمیانه، توی هر جا، قطعا میتونیم درصد بالای آرامش رو به جامعه، به خاورمیانه، به اسرائیل، به غزه، به خیلی جاها برگردونیم. ممنونم فرزانه. اگه اجازه بدی با بقیه کسانی هم که روی خط هستن همین مسئله رو، نقش ایران رو بیشتر بهش بپردازیم در همین فرصت باقی مونده. فقط خواهش میکنم همه کوتاه صحبت بکنید. فیسبوک و برای همین صحبتی که الان فرزانه کرد، مهمان پرست گفته کمک به مردم غزه وظیفه همه کشورهاست. من الان دارم توییتر رو نگاه میکنم، یه خبر توی توییتر هستش که همینجا دارن پشت سر هم شیر میکنن، حماس 6 مرد رو به اتهام جاسوسی برای اسرائیل کشته و گویا جسد، یعنی اعدام کرده، تیرباران کرده، ولی جسدشون رو به موتورسیکلت بسته و توی شهر چرخونده. این خبری هستش که الان تو توییت همینطور داره میچرخه و همینطور گفته میشه که حمله زمینیشون متوقف شده، ولی هنوز از آتش‌بس هیچ خبری نیست.
این خبرایی بود که در توییتر بود و این خبر رو فقط من یه توضیح بدم که خبرگزاری فرانسه این رو منتشر کرده بود همینطوره و از قول شاهدان عینی گفته بودن که حماس این کارو کرده، 6 نفر رو کشته و بعد هم روی بدنهاشون نوشته شده که گردانهای عزالدین قسام خائنان را اعدام میکنه. در مورد این خبر که این کشه هست میگم تو فیسبوک من هنوز چیزی ندیدم، فقط در توییتر دیدم که براتون خوندم و فرزانه برام نمیشه به جرئت میشه گفت که 50% مشکلات در دنیا از حکومت جنگ طلب آخوندی ایران به وجود اومده. بد نیست دنیا کمی راجع به این مسئله بیشتر تعامل کنه. هر جا صحبت از جنگ هست نام جمهوری اسلامی میدرخشد. و این بحثی بود که کاربرهای فیسبوک هم خیلی بهش پرداخته بودن که میخواستن سازمان ملل و دنیا به این توجه کنه که نقش ایران در این جنگ‌های خاورمیانه چی هستش. ممنون رویا. اما صدرا شهاب که روی خط بود و مشکل براش پیدا شده بود، صدرا شهاب فعال حقوق بشر، در پخش صداش مشکل به وجود اومده بود. صدرا نظرت رو میشنویم، امیدوارم این دفعه صدا خوب باشه. سلام مرسی جان، شما الان صدا من میشنویم؟ بله بله بفرمایید. الان من توی بعض از این اتفاقات طبق معمول دیگه چند دستگی بین صداهایی که از ایرانی ها میاد میبینم. یه ده هستن که خب احساسات ناسیونالیستیشون این وسط بروز کرده و به یاد این افتادن که فلسطینی ها همانها بودن که در زمان جنگ عراق پشت سر یا پشت سر صدام حسین وایستادن، یا مثلا میگن که در این بحث ما باید به منافع ملی خودمون نگاه بکنیم، یا یادشون میفته که جمهوری اسلامی نقش اساسی در این کشتار رو بازی میکنه. اولا که هیچ کدوم از این صحبت های ناسیونالیستی در زمان دفاع از حقوق بشر صحیح نیستن. یعنی فلسطینی ها همان ها بودن که از عراق حمایت کردن در جنگ ایران. خب کدوم فلسطینی؟ یک سیاستمدار خاص، یک گروه سیاسی خاص، اینا هیچ کدوم دلیل بر این نمیشه که امروز مثلا فعالین حقوق بشر ما یا حقوق مدنی ما یا مردم عادی در مقابل کشتاری که تو غزه اتفاق میفته ساکت باشن. از طرف دیگه بحث منافع ملی رو پیش میکشن. اولا که خب این بحث منافع ملی خودش بسیار گنگه. یعنی چی منافع ملی ایران در این است که از اسرائیل حمایت بکند؟ من همون منافع ملی متوجه نمیشم. ولی اگر بخواید با همون کلام هم با همون منطق هم ادامه بدید، باید بگیم منافع ملی روسیه ایجاب میکند که در چچن نسل کشی بکند، یا منافع ملی فلان کشور ایجاب میکند که فلان کشور همسایه رو سرکوب بکند، یا مثلا در ترکیه کردها کشته بشن. به نقش سازمان ملل اشاره کردن این وسط در درگیری ها که خود سازمان ملل بیاد ایران رو محکوم بکنه یا جمهوری اسلامی رو، برای من خیلی عجیبه این. ولی سازمان ملل کار خودش رو انجام داده تقریبا تا حدودی. 42 قطعنامه الان جلوی من هست در محکومیت اسرائیل در اتفاقایی که از سال 1955 تا سال 2011 افتاده. آخرین قطعنامه که من دارم میبینم در مورد این بوده که سازمان ملل اشغال اورشلیم شرقی رو محکوم کرده و گفته که این یک مانع صد بزرگی در برابر ایجاد صلح در فلسطین هست. زمانی که صحبت میکنیم از محکوم کردن برابر حماس و اسرائیل، باید اینو توجه داشته باشیم که تا دیروز یعنی 19 نوامبر 2012 تا ساعت 20 شب 104 فلسطینی کشته شدن. در مقابلش من میخوام تعداد کشته‌های اسرائیلی رو هم بدونم. 866 فلسطینی زخمی شدن، 1643 راکت به غزه شلیک شده و 822 خونه در غزه از بین رفته. این باید این آمار رو با آمار اسرائیل مقایسه کرد، با آمار کشته شده‌های اسرائیلی و خونه‌های خراب شده در اسرائیل و غیره. به هیچ وجه قصد دفاع از خشونت رو ندارم. فکر میکنم حماس محکوم هست در انجام خشونت، و اگر کسی بخواد به خشونت توجه بکنه باید اول توجه بکنه که خشونتی که دولت اسرائیل در مقابل فلسطینیا به کار میبره بیشتر است. صدرا اگه اجازه بدی همینجا نگه داریم بحث رو، باز برمیگردیم. ولی سارا اکرمی هم روی خط، من میخوام که همین مسئله که الان فرزانه تماس گرفته بود مطرح کرده بود در مورد نقش ایران، حالا صدرا که صحبت میکردی درباره اینکه حالا بعضیا ایران رو مقصر میدونن، میگن سازمان ملل باید بیاد در مورد ایران تصمیم بگیره و نقشی که داره، اما واقعیت چیه؟ اینه که آیا ایران در این درگیری ها و اتفاقاتی که داره میفته چه نقشی داره و چه نقشی باید داشته باشه که حالا بر اساس منافع ملیش باشه، منافع ملیش باشه یا هر چیز دیگه؟ سارا اول نظر شما رو میشنویم.
من فکر میکنم جمهوری اسلامی مسلماً از این جنگی که بین اسرائیل و فلسطین هستش سود میبره و نقش اساسی داره توی شعله ور کردن آتش جنگ، به خاطر اینکه الان جمهوری اسلامی میدونه که یکی از مسائل مهمی که خواستم بهش اشاره کنم، میدونه که جمهوری اسلامی یکی از همکارای استراتژیک مهمش، یکی از دوستان نزدیکش در منطقه خاورمیانه یعنی حکومت بشار اسد، الان به خاطر خیزش آزادیخواهانه مردم سوریه الان در خطر هستش. به خاطر همین جمهوری اسلامی سعی میکنه الان با حاضر بودن یعنی کمک رسوندن فعال به گروه های تروریستی که میخوان این جنگ رو بیشتر کنن، میخواد تمرکز جامعه جهانی از روی مسئله سوریه الان برداره و بیشتر به سمت فلسطین بکشونه. این در شکی نیست که جمهوری اسلامی همیشه نقش داشته تو این قضیه و خیلی هم سود میبره به خاطر همین جنگی که بین مردم اسرائیل و فلسطین هست. خب صدر، نظر شما رو میشنویم، خواهش میکنم فقط کوتاه بگو. من اصلا متوجه تحلیل نمیشم که یعنی چی دولت ایران میخواد که حواس مردم رو از اتفاقای سوریه پرت بکنه با جنگ اسرائیل. اصلا به ایران حالا شاید به حماس کمک کرده باشه، خودشون هم قبول میکنن که کمک کردن، ولی این زمانبندی این که حالا حماس با اسرائیل الان درگیره، من متوجه نمیشم چرا ربطی به جمهوری اسلامی داره. هرچند که من فکر میکنم ما سیاستمدار نیستیم، اگر من اسم خودم رو بذارم فعال حقوق بشر که نمیذارم، من به نظرم خودم یه آدم فعال هستم، یا هر کس دیگه، ما وظیفه داریم این وسط کشتار مردم رو محکوم بکنیم. همونطور که در سوریه کشتار مردم توسط دولت اسد رو محکوم میکنیم، بعد اینجا کشتار مردم و نقض اساسی حقوق بشر در غزه رو که بزرگترین زندان روباز جهانه، بعد در اونجا محکوم بکنیم با این حرفو که جمهوری اسلامی در اونجا نقض. یعنی منظورت اینه که بدون در نظر گرفتن علتها، یعنی شما علتها رو بهش توجه نمیکنید، فقط اینکه آدمای بیگناه دارن کشته میشن اون رو محکوم میکنید؟ نه، من علتها رو پیش توجه میکنم. علت الان اشغالگری دولت اسرائیل، همونطور که دارم من از نقش حماس رو چطور میبینی صدر؟ نقش حماس رو چطور میبینی؟ ببینید، اگر بخوایم از نظر قانونی صحبت بکنیم، حماس در انتخابات سراسری که برگزار شد به عنوان دولت منتخب مردم انتخاب شد و بعد به عنوان دولت شناخته نشد توسط جامعه جهانی. من با خط مشی حماس مخالفم، ولی باید به این توجه بکنیم که ما میخواییم مبارزه مسلحانه رو محکوم بکنیم یا نه. اگر مبارزه مسلحانه رو محکوم بکنیم، مبارزه مسلحانه مربوط در سوریه رو باید محکوم بکنیم، مبارزه مسلحانه در فلسطین رو هم باید محکوم بکنیم. یعنی به نظر من حماس اینجا اشتباهی نیست. حماس اگر هم حمله میکنه، در دفاع از خود حمله میکنه، به خاطر اینکه این غزه هست که در محاصره هست، نه اسرائیل که در محاصره هست. این سازمان ملل اسرائیل رو محکوم کرد در برابر اشغالگری زمین های فلسطینی ها در اورشلیم شرقی و درست کردن این زندان روباز در غزه که تمام راه های ارتباطی بهش قطعه و نه در تحت تحریم های شدید، نه دارو و غذا درست اونجا وارد میشه، هم پل های ارتباطی با بقیه جا رو قطع کردن و همونطور که میدونید مثلا کشتی هایی که از بقیه کشورها اومدن به غزه کمک میکنن هم مورد حمله قرار گرفتن. شهروندهای خارجی در این کشتی ها توسط دولت اسرائیل کشته شدن به این بهانه که اینا اومده بودن با خودشون سلاح آورده بودن، که بهانه دروغی بود، کشتی ها همه حامل غذا و دارو بودن. و این وسط به نظر من علت اشغالگری اسرائیل است. علت این نیست که حماس از خودش دفاع میکنه، علت این نیست که جمهوری اسلامی مشکل داره و اومده مثلا حماس رو با موشک حمایت میکنه. دولت ها نباید، دولت ایران نباید در این مسئله دخالت بکنه، نباید موشک بفروشه. دولت آمریکا ولی این وسط نباید بیشتر و بیشتر موشک ها رو به اسرائیل بفروشه، نباید هواپیما و تجهیزات جنگی بفروشه به اسرائیل، یا دولت آلمان نباید زیردریایی اتمی به اسرائیل بفروشه. این دولت های خارجی که دارن در مجهز کردن هم حماس هم مجهز کردن اسرائیل فعالیت میکنن، همه اینها باید این کار متوقف بکنن. وظیفه مردم هم دفاع از حقوق اساسی مردم در غزه. ممنونم صدر از حضور در برنامه و وقتت. اما سارا، یه فرصت خیلی کوتاه هم میتونیم به شما بدیم اگر توضیحی داری درباره حرفایی که صدر زد. مرسی. من اول خواستم یه نکته خیلی مهمی رو بهش اشاره کنم. ایشون راجع به منافع ملی صحبت کردن و گفتن که الان ما نباید مسئله منافع ملی مهم نیست و با کشتاری که داره صورت میگیره، من اول برنامه‌ام گفتم کشتاری که داره صورت میگیره از هر دو طرف محکوم هستش و مردم رو باید از دولت‌ها جدا کردش. اما مسئله مهم این هستش که بیش از 30 سال هستش که جمهوری اسلامی مسئله فلسطین رو توی ایران داره مطرح می‌کنه. پول مردم ایران، پولی که برای خانواده‌های ایرانی هست،
فقیرهای ایران داره برای حمایت گروه های فلسطینی داره میفرسته به فلسطین. بنابراین مردم ایران بعد از حوادث انتخابات هم اومدن داخل خیابون ها گفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. یعنی اینکه ما دیگه واقعا در مورد این مسئله خسته شدیم. متاسفانه الیت ایرانی از روشنفکرایی که در خارج از کشور هستن هنوز فکر میکنن زمانی که ما راجع به منافع ملی داریم صحبت میکنیم داریم کشتارا رو داریم توجیه میکنیم، ولی این نیست. ممنونم از وقت سارا اکرمی، دانشجو علوم سیاسی در دانشگاه هیلبرگ. یه سری از اخبار توی شبکه‌های اسرائیل منتشر شده بود، پخش شده بود، مبنی بر آتش بس که امشب ساعت 9 به وقت محلی این آتش بس صورت خواهد گرفت. الان اما آخرین خبری که من دارم الان پیگیری می‌کنم این که حملات اسرائیل به سمت غزه دوباره شروع شده و شدت بیشتری گرفته. این خبر تقریبا مال یک روز پیشه، یعنی خبر خیلی جدید هست. و مهدی گفته اگر اسرائیل از سرزمین اشغالی بیرون بره و حقوق فلسطینیان رو به رسمیت بشناسه آتش بس دائم برقرار خواهد شد. و اما سوهل در چت گفته نگویید درگیری اسرائیل و فلسطین، بگویید درگیری قدرت بزرگ نظامی با مردم بیگناه که مثل من و شما هستیم، حماس رو کنار دیگه ای بذاریم. و بابک هم گفته که به نظر میرسه ایران دوست داره جنگ رو در مرزهای اسرائیل بیشتر دنبال کنه به خاطر اینکه حماس رو برای همین تجهیز میکنه و به خاطر اینکه میخواد این جنگ به مرزهای ایران نرسه. مش یک سری از این کاربرهایی که ما داشتیم توی فیسبوک به این اشاره کرده بودن که ایران حماس رو کمک میکنه، ساپورت میکنه از طریق تسهیلات نظامی به خاطر اینکه از جنگ اسرائیل با ایران، یعنی حمله اسرائیل به ایران میترسه. و خیلی هم گفته بودن که اسرائیل داره برای ایران قدرت نمایی میکنه و میخواد نشون بده که میتونه حمله نظامی جدیدتری به ایران داشته باشه. خب ممنون رویا، اما آقای سفیری شما مطمئنم خیلی توضیح دارین با بحثایی که مطرح شده. من در واقع می‌خواستم به نکته اشاره کنم، اونم بحث نقش ایران هست و اینکه ایران توی این بازی چی کاره هست. قطعا نظام بین‌الملل به ایران به عنوان یک دولت مسئول نگاه نمی‌کنه. اگر به عنوان یک دولت مسئول نگاه کنه میتونه در فرایند صلح براش تعریف کنه. دولتی که اصولا فرایند صلح رو نمیپذیره، فرایند گفتگو رو نمیپذیره، با نظام بین‌الملل مشکل داره و یک پای منازعه است، قطعا به فرایند صلح اجازه ورودش رو نخواهند داد. این نکته بسیار مهمیه در مورد بحث فلسطین. و ما هر قدر هم یک واقعیت تاریخی وجود داره، ما باید چند مقطع رو در نظر بگیریم. ما در مورد یک پدیده به نام اسرائیل تا 1990 زمان پیمان اسلو میتونیم یک نگاه تاریخی داشته باشیم، بسیار از منازعات رو تحلیل کنیم، بحث کنیم، بحث‌های روشن بگیریم و ساعت‌ها مقاله بنویسیم، مقاله بخونیم و کتاب. اما بعد از 1990، بعد از پیمان صلح که فرآیند مختلفی داشته، بعد از تشکیل دولت خودگردان فلسطینی، در واقع توپ در زمین فلسطینی هاست و فرآیند گفتگو نظام جهان، نظام بین‌الملل پذیرفته که باید دولت مستقل فلسطینی تشکیل بشه. دولت آمریکا اینو پذیرفته، دولت آمریکا روابط استراتژیک با دولت اسرائیل داره، اما معنیش این نیست که جنایت رو محکوم نمی‌کنه. الان از این حمله ناخرسند آقای اوباما، وزیر خارجه آقای خانم هیلاری کلینتون رو فرستاده به منطقه برای برقراری آتش بس. حالا از این به بعد باید ببینیم که طرف در واقع هر دو طرف چقدر اراده دارن در برقراری آتش بس برای جلوگیری از خونریزی مردم. ولی اما اینکه دولت ایران در این وسط چه نقشی بازی میکنه، به نظر من دولت ایران به عنوان یک دولت پاسخگو در نظام بین‌الملل مورد پذیرش نیست، بنابراین هیچ نقشی بهش داده نخواهد شد. ممنونم آقای سفیری. آرش از طریق اسکایپ با ما تماس گرفته، نظرش رو میشنویم. آرش چی فکر میکنه در مورد این درگیری های اخیر و فکر میکنی بالاخره به کجا میرسه؟ درود بر شما. من فقط میخواستم اول اشاره کنم که خشونت اندازه‌گیری نداره، یعنی ما نمیتونیم بگیم این خشونت خوبه اون خشونت بده. و همه مهمتر، همونطور که سارا هم گفت که من کاملا باش موافق هستم، این مسئله ای است که باید بین مردم فلسطین و مردم اسرائیل، دولت فلسطین و دولت اسرائیل حل بشه. و تمام این حرکت هایی که مخصوصا از طرف دولت جمهوری اسلامی انجام میشه، من قشنگ یادمه چون در اون زمانی که مذاکرات صلح اسلو انجام شد همه خوشحال بودن، برای اینکه گفتن بالاخره اسلحه ها زمین گذاشته شد و فلسطینی ها و اسرائیلی ها میخوان بشینن و با هم دیگه صحبت کنن. ولی از همون موقع ما میبینیم که در تمام این مدت جمهوری اسلامی با تمام کمک هایی که کرده، یکی از دوستان گفت حماس اسلحه ها و راکت ها رو از ایران میخره. دوستان عزیز خواهش میکنم یه مقدار دقت کنید،
جمهوری اسلامی میخواد که این مسئله به وجود بیاد و الان هم داریم میبینیم اصلا تمام مدارکش هست، همه این راکت ها با پول ملت ایرانه. هموطنان در ایران توجه کنند، زمانی که شما پول ندارید، زمانی که شما مشکلات دارید، زمانی که در آذربایجان هموطنان اونگونه زندگی میکنند، روزی 200-300 تا راکت که هر کدوم از اینا من فکر کنم بسیار بسیار قیمتش بالا هست داره میفته تو اسرائیل. و این رو هم باز اینجا خدمتتون عرض میکنم بسیار مشخص که ما باید به این مسئله دقت کنیم، این که کی باید از کجا بره بیرون، اینا یک صحبتایی است که ما باید فراموش کنیم، وگرنه من هم باید از نروژ بیرون کنن دیگه، سریو از فرانسه اصلا دیگه. ارتباط آرش با ما قطع شد، اما اسد هم من خواهش کردم از کانادا با ما روی خط بمونه. اسد، بحث‌های مختلفی مطرح شد، اما با توجه به اینکه شما خودت گفتی در اسرائیل زندگی کردی، اینجور که گفتی، به ما بگو در مورد این قسمت نقش ایران که خیلی هم صحبت شد دربارش، نقش ایران رو چطور می‌بینی در این درگیری بین اسرائیل و فلسطینی‌ها؟ ایران همونطور که آقای جاودانفر هم گفت قبلا خیلی بیشتر حامی حماس بود، اما حماس حماسی ها به خاطر اینکه به هر حال اینها سنی هستند و عرب هوشیارتر از این حرفا بودن، اینا تصمیم گرفتن که بعد خصوص بعد از این قضایایی که تو سوریه اتفاق افتاد خودشون رو به مرور از جمهوری اسلامی جدا کردن و کشوندن به سمت کشورهای مثل مصر و ترکیه. اما ایران در حال حاضر تو برود جهاد اسلام به جهاد اسلامی خیلی کمک میکنه و فراموش نکنیم همین درگیری اخیر رو جهاد اسلامی به وجود آورد، نه حماس. جهاد اسلامی موشک شدی کرد و 3 اسرائیلی رو کشت، 3 شهروند اسرائیلی رو کشت. اما چون آقای نخست وزیر اسرائیل هم خواهان جنگه، آدم جنگ طلبیه، برای تنبیه اومد فرمانده شاخه نظامی حماس رو ماشینش رو دستور داد هدف قرار دادن و کشتن و این جنگ به این شکل به وجود اومد. چون میدونیم که انتخابات اسرائیل هم نزدیک، ایشون احتیاج داره آقای نتانیاهو، این جنگ به نفع ایشون هم هست. در واقع به نوعی تحریک جمهوری اسلامی به روی جهاد اسلامی، اون حمله موشکی و بعد تنبیه حماس به جای جهاد اسلامی، یه حرکتی که من همیشه احساس میکنم بین دولت ایران، تندروهای دولت ایران و تندروهای اسرائیلی یه جورایی یه قراردادای نانوشته هست. اسد ممنونم از تماست با برنامه ما. اسد از کانادا بود و به نظر اکبر سرانجام این کشمکش فقط به کشتن افراد بیگناه و کودکان ختم میشه، در صورتی که یک قطره خون از بینی گنده صاحبان قدرت که مسئول اصلی راه اندازی تمام این جنگ ها در دنیا هستند نمیریزه. تنها نقش مهمی که مردم در هر کشوری میتونن برای خاتمه سریع جنگ انجام بدن اینه که مردم دو طرف جنگ رو تحریم میکنن و در جنگی که ادعی راه انداختن فقط به خاطر اینکه قدرتی رو نشون بدن به هیچ وقت به هیچ وقت شرکت نکنن و بذارن سلامتی فرزندان بستگان خودشون رو به استقبال جنگ و مرگ نرن. و اما روح‌انگیز هم برامون نوشته که متاسفم ولی میدونیم که اسرائیل و حماس به زودی آتش بس میکنن و سعی دارن تا این زمان نهایت ضربه رو به همدیگه بزنن. موضوع فردا رو بهتون میگم در مورد قطرهای زنجیره‌ای، فردا سالگرد قطرهای زنجیره‌ای هستش. میدونیم که در سالهای اخیر تحلیلگرای زیادی روی این موضوع صحبت کردن که این چه اتفاقی بود که افتاد، تحلیل‌های زیادی روش وجود داره، بیشترشون بر این باورن که دولت ایران از نویسندگان هراس داره و وحشت داره. آخرین موردش هم کشته شدن وبلاگ نویس در زندان‌های ایران بود. ما فردا در مورد این با شما بیشتر صحبت می‌کنیم. به نظر شما این تحلیل درست هستش؟ این سرکوب‌ها سازمان یافته است یا نه؟ خب ممنونم رویا. آقای سفیری فرصت خیلی خیلی کوتاه اگه میخواید چیزی رو اضافه کنید. بله، من به نظرم که تلاش جامعه جهانی باید امیدوار باشیم که تلاش جامعه جهانی هر چه زودتر جواب بده و آتش بس برقرار بشه و بعد از اون هر دو طرف، هم فلسطینی هم اسرائیلی ها، یک مسئولیت تاریخی دارن که بشینن پای میز مذاکرات و از این فرصت تاریخی استفاده کنن که شاید به هر صورت این درگیری ها به یک نقطه و به یک فرجامی برسه. در غیر این صورت این سیکل باطل ادامه خواهد. ممنونم آقای سفیری. حالا خبرها رو میتونید از طریق شبکه صدای آمریکا دنبال بکنید. من ممنونم از اینکه همراه ما بودید در برنامه امشب. عذرخواهی میکنم از مریم، نیما، سینا و مهرداد
رو خط موندن، نتونستیم باهاشون صحبت بکنیم. امیدوارم در برنامه‌های آینده مراقب خودتون باشید تا فردا شب ساعت 10 شب به وقت تهران.